خسته نباشین رفیق کامیاب، مرسی از صحبت بسیار جامعتون. امیدوارم رفقا هم استفاده کرده باشند. رفقایی که مایلن سوالی دارن از رفیق منیر یا در بحث شرکت کنن و نظری بدن، حتما دستاشون رو بالا کنن و نوبت بگیرن. به هر حال بازم تشکر مجدد از رفیقمون امیر. یه چند دقیقه صبر کنیم ببینیم رفقای کی سوالی داره بحثی رو شروع کنه. به هر حال تا قبل از اینکه رفقا دستشون رو بالا کنن، من یه چند کلمه میخواستم بگم تا رفقا تشویق شد وارد بحث شد. به نظر من از بحث دفعه پیشتون من این نتیجه رو گرفتم که نتیجه کاملا مثل بحثی که شما کردین خیلی مهم بود از این لحاظ که ما در موقعی نگاه میکنیم به پیدایش وجه تولید سرمایه داری، اصولا این دید یوروسنتریک رو باید بذاریم کنار که تو گویی سرمایه داری به عنوان وجه تولید نشنال در بعضی از کشورهای اروپایی که عوامل درونی مساعدی داشتن شکل گرفت، ولی خب مثلا در هندوستان این عوامل مساعد نبود، شکل نگرفت. بعد در رابطه بین این دوتا به اصطلاح این سرمایهداری حالا شد یه عامل بیرونی در مقابل عوامل درونی، در صورت که اینطوری اصلا نباید نگاه کرد. یعنی تا جایی که من فهمیدم بحث شما رو این بود که در واقع این عواملی که هندوستان رو هندوستان میکنه همون عواملی است که انگلستان رو انگلستان میکنه. یعنی این عوامل بیرونی و درونی نیستن. سرمایه‌داری تو این رشد خودش این پولاریزه شدن دنیا رو به اصطلاح ایجاد میکنه، همونجوری که در دل فرض کنید خود انگلیس پولاریزه شدن جامعه رو به طبقه کارگر و سرمایه‌دار به اصطلاح تشدید میکنه، در سطح جهانی هم یه سری کشورها رو به عقب میرونه، یه سری کشورها رو به جلو میرونه. یعنی اینها عوامل بیرونی و درونی نیستن، اینها در ذات این رشد سرمایه‌داری هستند. رشد سرمایه‌داری است که به اصطلاح اون شرایط و عواملی رو ایجاد میکنه که اگر به اصطلاح بریتانیا یا امپراتوری بریتانیا باشه، باید پس استعمار هندوستان و ایرلند و آمریکا هم باشه. اگر بردهداری در جنوب آمریکا نباشه، امپراتوری انگلیسی هم وجود نداره. یعنی این دوتا یه چیزن، عوامل بیرونی و درونی ندارن. سرمایه و خب این خیلی نظر درستی از لحاظ حتی بنیادی به صلاح به قول خود شما، از لحاظ اصولا تعریف به صلاح اصل سرمایه به عنوان ارزش خودافزا باید جهانی از اول بهش نگاه کرد، نه به عنوان یه عاملی که به خاطر این شرایط مساعد در انگلستان شکل گرفته. چون خود این به اصطلاح بنیاد توی تجارت جهانیه، توی به اصطلاح مبادله است. سرمایه اولیه‌ای که خودش رو گنده میکنه توی تجارت بین المللیه، توی خرید و فروشه و سرمایه مالی و بانکی و تجاری به اصطلاح شکل اولیه سرمایه، تا میرسه به انقلاب صنعتی، بعد اونجا روی مکانیزم به اصطلاح باز تولید گسترده میفته که دائما میتونه باراوری کار بالاتر ببره و بالاتر و بالا بیشتر و بیشتر ارزش اضافی تولید کنه. خب این مکانیزم که ما نگاه میکنیم، این مکانیزم در یه سطح جهانی شکل میگیره، صرفا اینطوری نیستش که نه در انگلستان شکل میگیره بعد از انگلستان میرود. در انگلستان منطور رشدش خب متفاوته، اونجا جلوتر میره یه جا عقبتر میزنه. یعنی یه جا به اصطلاح پروسه تولید صنعتی باعث میشه که انگلستان از لحاظ اقتصادی خیلی پیشرفت کنه، ولی همون رشد صنعتی میزنه دخل تمام صنایع نساجی دستی هندوستان رو میاره و هندوستان رو همون پروسه رشد صنعتی تبدیل میکنه به کشور عقب افتاده تر. یعنی از این لحاظ من به صلاح این
بحث شما رو میفهمم و به نظر من نکته بسیار مهمی. میخوام ببینم درست فهمیدم و نتایجی که ازش میشه گرفت چیه. در حال بحث امروزتون، حالا نه یه چند کلمه دیگه هم بگم، حالا دست کسی بالا نیست، برای من فرصت استفاده کنم. این بحث امروزتون از طرف دیگه دقیقا نشون داد که در ضمن موقعی که ما از سرمایه داری صحبت میکنیم، این دوره بندی که همه خیلی کلاسیک و همه میکنن دیگه، مثلا سرمایه داری از تولید مانوفاکچر شروع شد، به تولید صنعتی رسید، بعد انحصاری شد، بعد به سرمایه مالی غلبه کرد، بعد مثلا جهانی شد، بعد اله شد، بعد بله شد. اینجوری به تفسیر کردن سرمایه داری از یه لحاظایی درسته، ولی از لحاظ تئوریک و کلی که نگاه کنیم روش درستی نیست، چون این لحظه های سرمایه داری همزمان با هم همیشه وجود دارن. ما همون موقعی که مارکس داره کاپیتال رو میمیسه، مونوپولی هم داریم، انباشت اولی هم داریم، سرمایه داری صنعتی بسیار تازه کار هم داریم، پیشورایی که دارن سرمایه دار میشن هم داریم، همه اینا در کنار هم، یعنی سرمایه داری، رشد سرمایه داری همیشه این منطقهای مختلفش رو همزمان در کنار هم داره، چون همیشه همون جوری که خود گردش سرمایه یه جا تبدیل به پول میشه، یه جا تبدیل به کالا میشه، یه جا تبدیل به تولید میشه، ولی این سه لحظه میتونن جداگانه هم در کنار هم به عنوان اساس شاخه مختلف سرمایه داری وجود داشته باشن. بنابراین همه این روابط با هم وجود داره. در ضمن خود همین به صلاح انباشت اولیه‌ای که صورت میگیره، همونطور که گفتید، اینطوری نیستش که در انگلستان شکل میگیره و چون شرایط انگلستان و هلند و مثلا پرتغال و اسپانیا مساعدتر بوده، که حالا تفاسیر متفاوتی هم میشه از این شرایط مساعد، از تفاسیر تکنیکی گرفته تا تفاسیر فرهنگی و بسا برتری نمیدونم عقلی و بسا برتری علم و از این تیپ قبیل مسائل. در صورتی که همین پروسه انباشت اولیه‌ای که میبینیم در واقع در اروپا، این چهار سه قرن چهار قرن اونقدر میگن دوره انباشت اولیه، همین انباشت اولیه در واقع با تخریب پروسه های انباشت اولیه در جهان صورت میگیره. یعنی یه دلیل عمده، یکی از اون شرایط مساعدی که باعث میشه که اروپای غربی و شمالی زودتر از همه جای دنیا سرمایه داری صنعتی توشون بتونه شکل بگیره، دقیقا غارتی است که اینا دوره انباشت اولیه از طلا و نقره کل جهان کردن. یعنی صرفا اینجا کارگرا تولید کنندگان مستقل رو از وسایل تولیدشون نکندن، جهان رو هم رفتن غارت کردن، تمام ثروتش رو آوردن اینجا، طلا و نقرهش رو آوردن اینجا. همونطوری که دفعه پیش هم بحثش رو کردیم، تخمین زده میشه که در حتی اواسط قرن 18 هنوز کل سرمایه صنعتی اروپا رو که جمع میزدید نصف مقدار طلا و نقره که اینا غارت کرده بودن تو دور قبلی نمیشد. یعنی میشه از همین مقایسه فهمید دیگه این غارت چه تأثیر مهمی گذاشته تو صنعتی شدن در اروپا. بنابراین یعنی این پولاریزه کردن در سطح جهانی قبل از اصلا حتی خود شکلگیری سرمایه داری صورت میگیره. اینا به نظر من نکات، من حداقل از بحث‌های شما این نکات رو خیلی برای بسا شناختن بهتر سرمایه داری مفید میبینم، ولی من هنوز یه نکته رو درست نمیفهمم، اونو میخواستم از شما. ولی در هر حال سرمایه داری به عنوان یه سیستم تولید اجتماعی حالا جهانی هم شده، درست همه دنیا میشه بدون تردید گفت تحت بسا روابط سرمایه داری به سر میبره، حالا در مراحل و اشکال مختلف، که اینجا هم مثلا اون مسئله که خود شما هم دفعه پیش مطرح کردید، نقش دولت هاست که مهم میشه اینجا، چون همین
روابط بین کشورهای مختلف، سرمایه بالاخره باید دست سرمایه دار باشه، سرمایه خودش تنهایی نمیتونه از این کشور بره به اون کشور. حالا البته این کار هم میتونه بکنه، عملا الکترونیکی میشینی سرمایه راحت از این ور دنیا میپره اون ور دنیا، ولی به هر حال اونم یه انسان سرمایه دار لازم داره که دکمه رو بزنه، درست؟ در نتیجه هنوز به سرمایه دار احتیاج داره. سرمایه دارم دولت داره، دولت قدرت دولتی داره، اگرم نداره میره قدرت دولتی موجود رو میگیره دستش، بنابراین با دولت هاست که میتونه بره این سرمایه رو ببره یه جای دیگه. اون جای دیگه هم که میره بعد از طریق دولت ها اونجا بتونه این سرمایه رو ببره. در نتیجه خود همین رابطه باعث میشه که حتی این دولت ها، یعنی اونجا به خاطر که منافع خودش رو پیش ببره، اتفاقا یه دولت پیشا سرمایه داری رو ممکنه خیلی ترجیح بده. یه دولت فرض کنین اسلامی، نمیدونم مغول، مثلا امپراتوری مغول، نمیدونم دولت عثمانی رو تقویت کنه به جایی که بیاره به طرف مدرنیزم و سرمایه داری، در واقع عقبگردش رو تقویت کنه. یعنی و این تکثر دولت ها رو هم که امروز میبینیم دقیقا نتیجه همین حرکت سرمایه است. من میگم اینا همه به نظر من نه تنها نکات مهمی هستند، خیلی واقعا کمک میکنن آدم به شناخت سرمایه داره. در مقابل این تحلیل های سنتی و بسیار کلاسیک ساده کردن مارکسیسم که اوایل قرن بیستم مد شده بود و هنوزم به یه اشکالی ادامه داره، ولی حالا تو همین چارچوب و هرچی به در زمینم اضافه که همین جوری خودتون گفتین، هرچی هم که جلوتر میده این قوانین، این اصول، این به صلاح منطق خودش رو بهتر انکشاف میده، خودش رو بهتر نشون میده. یعنی خود به صلاح منطق قانون حرکت سرمایه، هرچی سرمایه داری جلوتر رفته و به صلاح همه جا رو گرفته، خب بهتر خودش رو منکشف کرده در تاریخ. اینم درست، ولی به هر حال هنوز باید به سرمایه داری به عنوان سیستم جهانی نگاه کرد که آیا بالاخره مراحلی دارد از رشد یا ندارد، آیا مراحل رشد با هم تفاوت هایی دارن یا ندارن، و اگر دارن این تفاوت ها چه تأثیراتی بر سایر مسائل داره دیگه. یعنی هنوز ما نمیتونیم از شر این تحلیل خودمون رو خلاص کنیم، باید در ضمن با این دید این تحلیل رو هم بتونیم بکنیم. یعنی به هر حال سرمایه‌داری فرض کنیم بعد از جنگ جهانی دوم تا حالا خیلی تفاوت داره با سرمایه‌داری قبل از جنگ جهانی دوم، یا حتی از مثلا گلوبالایزیشن معروف به 1980 به این طرف، دنیا باز خیلی فرق کرده دوره قبل. یعنی به هر حال این دوره، این تفاوت ها تأثیر هم تو زندگی روزمره دارن، رو سیاست دارن، رو دولت ها دارن، رو وضعیت موجود دارن. یعنی بالاخره نبرد های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که صورت میگیره در این جوامع متناظر با این مراحل و دوره های متفاوت هم به یه شکل. حالا من میخوام ببینم این دوره بندی رو چجوری ما میتونیم انجام بدیم، یعنی آیا دوره بندی قدیمی بکنیم مثل اون متدی که ما بعد دوره رقابت آزاد داشتیم، دوره به اصطلاح انحصارات داشتیم، بعدش دیگه گیج میشیم دیگه، بعدش دیگه معلوم نیست چیه، یه دی هنوز همون دوره انحصارات موندن. یعنی خود همین نشون میده چقدر این بیمنطقه دیگه. آخه تو میخوای به 150 سال بگی دوره انحصارات، این دیگه چیزی رو توضیح نمیده، خب بگو همونه دیگه، بگو از اول میگفتی همون. یعنی واقعا دوره بندی نیست این که یعنی مشکل رو سه برابر میکنه، ولی به نظر من به هر حال باید یه منطقی وجود داشته باشه برای اینکه ما بتونیم به طور ابجکتیو تری این مرحله بندی ها رو بکنیم، بر اساس متعاد تاکید کنم، نه بر اساس اینکه سرمایداری انگلیس چی شد، سرمایداری فرانسه چی شد، بلکه بر اساس اینکه سرمایداری جهانی چی شد، سرمایداری در جهان چی شد و چه شکلی در جهان چه مراحلی رو گذرونده.
میگم برای این کار بالاخره باید یه معیارهایی باشه، معیارهایی تو خود مثلا اقتصاد سرمایه داری، خود منطق سرمایه داری. این معیارها میتونه چی باشه؟ خب مارکس مثلا یه سری قوانین حرکت سرمایه داری رو که میده توضیح میده دیگه. یکیش مثلا میگم تمرکز و تراکم هرچه بیشتر سرمایه است، یعنی سرمایه داری هرچی جلو میره، درست همین فازهای مختلف در کنار هم وجود دارن، ولی یه تعداد کمتری از سرمایه داران مقدار بیشتری از سرمایه رو متمرکز خواهند کرد. این قانون حرکت سرمایه است، یعنی خود این تراکم و تمرکز، کنترل بیشتر و مقدار بیشتر سرمایه، خب مراحلی است از به صلاح تاریخی، یعنی تاریخی میشه نشونش داد که چه جوری به این جاها کشیده. به صورتی امروزه مثلا حد زده میشه اضافه بر تمام این بنیادها و شرکتها و کارخانجات و مؤسسات و بانکها و غیره و ذالک، یه چیزی حدود 1000 تریلیون دلار هم سرمایه شخصی هست و توی این مؤسسات مالی مختلف عین میچرخه برای خودش همه جا، ولی در واقع سرمایه خصوصی تو تولید هم نیست اصلا. حالا ممکنه یه کسی یه جایی یه بانکی یه مقدارش قرض هم به یه بانکی به یه تولیدی داده بشه، ولی بیشترش تو خود همون عرصه فایننس داره حرکت میکنه. یعنی خود این انباشت سرمایه به مرحله از تراکم و تمرکز رسیده که یه همچین سرمایه اضافه ای در دنیا شناوره. یعنی این کد یه پدیده خیلی مهمیه به نظر من تو این دوران ما، دوران بعد از مثلا دوره شکوفایی صنعتی بعد از جنگ جهانی دوم، ما وارد این دوره شدیم که اصلا واقعا نسبت ها دیگه به هم نمیخورن. اقتصاد جهان کلش رو هم میذاری، شما تولید ناخالص داخلیش، البته این معیار خیلی خوبی برای مقایسه نیست، ولی به هر حال یه شکلی از مقایسه است دیگه، کل دنیا رو هم در سال هست 80 تریلیون دلار. یعنی حالا من شاید 10 تریلیون دلار این ور اون ور اشتباه میکنم چون تغییر کرده، من مال رقم 2-3 سال پیش شده یادمه، شاید حالا شده مثلا نزدیک 90 تریلیون دلار. مقایسه کنید 90 تریلیون دلار رو با 1000 تریلیون دلار که دست سرمایه های خصوصی است، یعنی تمام دنیا رو میتونن بخرن 10 برابر، 10 بار بخرنش با همین پول، تولید ناخالص کل دنیا رو برای 10 سال بخرن با همین سرمایه. یعنی این خیلی فرق داره فرض کنین با مثلا زمان جنگ جهانی اول که مثلا شما با 1 میلیون دیگه میشدی سرمایه دار خیلی بزرگ و عظیم اون موقع. یعنی میخوام بگم یکیش میتونه این باشه، یکیش میتونه به صلاح به نظر من مارکس، دارم میگم مارکس مثلا یه معیارای اینطوری به ما داده دیگه، این رشد تراکم و تمرکز یکیشه، یکی دیگه هم به نظر من اونم خیلی مکانیزم مهمی، به اونم باید نگاه کنیم، مثلا رشد تکنولوژیه، این رقابت دائمی سرمایه داری و این رشد تکنولوژی برای اینکه مخارج تولید و پایان کم بکنه، عاقبت به یه جایی میرسه که اصلا بخش تولید وسایل تولید در واقع باید سریعتر رشد کنه از بخش تولید کالاهای مصرفی تا بتونه اصلا این نظام انباشتی ادامه پیدا کنه. ما وارد به نظر من همچین فازی هم شدیم در دوره بعد جنگ جهانی دوم. خلاصه سرتون خیلی درد آوردم، ولی میگم هنوزم نمیدونم دست کسی بالا باشه. من خواستم فقط ببینم نظر شما چیه، بالاخره با من با پذیرفتن تمام نکاتی که گفتین تا اونجا که فهمیدم، البته باز نوار رو بعد دوباره گوش کنم چون یه مقدار با زبان بعضی از ماها فرق داره این به صدا تحلیل شما، ما یه سری مثلا چی میگن زبون، حالا اسمشو بذارید زبون مارکسیستیه به صدا چپ ایران، یه ذره شاید هممون نفهمیم این بحثا رو در وهله اول، ولی به نظر من دوباره نوار رو گوش بکنیم خیلی بیشتر هم یاد خواهیم گرفت. با موافقت با این حرفای شما، ولی عاقبت مرحله بندی میشه کردی سرمایه‌داری جهانی رو یا نمیشه کرد؟
اگر نمیشه کرد چرا، اگر میشه کرد چی؟ خیلی ممنون رفیق تراب عزیز. خب خیلی نکات زیادی بود تو همین بحثایی که گفتیم. منم حالا یه سری چیزها رو به عنوان در واقع همین تکمیلی، یعنی به هر حال میگم، خب نکته اول، خب من گفتم همین به هر حال پیدایش سرمایه داری یک پیدایش مبتنی بر ضرورت نیست، یعنی ضرورتی وجود نداشته بر مبنای یک حالا هر شکلی از همین عقلانیتی، ایمانی، هر چی بگی، شما بگید ضرورتی وجود داشت، به هر حال تصادفی در کار بوده و در این تصادف هم خب عناصر بسیار زیاد، اینه نمیدونم، از ارتش متمرکز در انگلستان کرانول بگیرید تا ماشین بخار تا نمیدونم اون دفعه جلسه قبل بحث کردیم، نمیدونم صلح مغولی، نمیدونم مسئله مجموعه مسائل جهانی و مسائل داخلی و اینا، به هر حال این در انگلستان شکل گرفته. و خب بله، این سرمایه داری هم یک چیزه، یعنی نمیتونیم بگیم بالاخره مبنایش به عنوان یک جور ارگانیزیشن اجتماعی میتونیم از سرمایه داری ها حرف بزنیم، یک چیزه. و خب هر جایی هم که در واقع پا میذاره انگار به شکل طبیعی در اونجا یعنی روش کنه، برای اینکه خب خب فلکسیبل دیگه، یعنی هر چیزی که در دستش باشه رو استفاده میکنه. همین فورمال سابسامشن حالا تو بحث مارکز این تابعیت سوری خب خیلی خوب اینو نشون میده دیگه، از همه امکانات حالا چه طبیعی یا اینا به شکلهای مختلف در واقع در جاهای مختلف دیولوب میکنن. خب در نهایت به عنوان یک نظامی مبتنی بر انباشت بی نهایت یک چیزه، ولی این یک توتال نیست دیگه، یکیست همیشه در همواره در حال توتال شدن، نمیشه یک بیرونی احتیاج داره چیزای بیرون خودش بسازه و خب احتیاج داره مثلا به همین برای همین باستولی خودش به روابط نمیدونم سلطه نژادی مثلا، و بعد خب بردادگاری بخشی از مکانیزم انباشته اولیه بود، امروز هم شکلای همین نوبردهداری رو میبینید دیگه، از همین کارگران بخش اقتصاد گیگ بگیرید تا نمیدونم آجرسازی در پاکستان تا انواع شکلش و شکلای مختلف شبه بردهداری، و حالا جمعیت هم زیاد شده، جمعیت بسیار دیسپوزال، همین که هم در دسترسن هم قابل دور ریختنن دیگه، میتونن استفاده کنه و به هر حال در واقع همیشه همین این نکته دوم، حالا درسته یک چیزه اینا، ولی این یک همیشه با یک همین بیرونهای برسازنده، حالا تو بحث روزا لوکسانبورگ هم بود و همیشه هم خب به هر حال به شکل همین ناموزونیه دیگه، یعنی بله بین توسعه در یک جایی و عدم توسعه در یک نقطه دیگه رابطه ساختاری وجود داره، یعنی جوری نیست دیگه، اینجا دیگه بحث تصادف نیست، یعنی بین وضعیت هندوستان و وضعیت چیز در واقع انگلستان اینا خب با هم دو روی یک سکن دیگه، این دوتا با هم، خب اینم توی بحث شما بود، بحث به حال همین دولت هم خب اشاره کرد، خب به هر دولت خب من خیلی باز نکردم دیگه، خب دولت خیلی مهم، هم خود انباشت اولیه خیلی مهم بود، نه فقط همین دولت ها در این در واقع اعمال فرایند های استعماری و اینها، خب اون قانون های مربوط به گدایی و اینا دو قرن 15 و 16 هم در خود انگلستان خب مثلا خیلی مهم بوده در شکل گیری سرمایه داری. مارکس میگه دیگه این توده ای که زمینش رو مصادره شد و حالا گدایی رو آوردن و اینها یه جور همین قوانین تروریستی گروتکس مارکس به کار میبره که اینا در واقع به خاطر چیزی که بلاگی سرشون آورده بودن مجرم شدن، رفتن مجازات شدن، جواز گدایی صادر کردن برای کسایی که مثلا همین از کار افتاده بودن، ولی بقیه رو بدترین مجازات، و این مقدار شبیه همون وضعیتی که مثلا تو دولت‌های رفاه در مورد بیکاری اتفاق افتاد دیگه، یعنی
حیات بدون موز مثلا نرمالیزه شد، به رسمیت شناخته شد در دوران مثلا دولت رفاه. خب البته خب این برای جور همین به جریان انداختن انواع و اشکال همین بیگاری دیگه، و به هر حال خب نقش دولت هم فقط به اینا نیست دیگه، دیگه هم فقط مسئله دخالت مستقیمش هم نیست دیگه، دستگاه ایدولوژیک دولت اصلا برای نرمالیزه کردن و درونی کردن در واقع فروش کار موزی خود مارکس میگه سالها طول کشید تا طول خواهد کشید که اینا درونی بشه، طول کشید در طول میکشه که اینا درونی بشه، که این سیستم کار مزدی جا بیفته. اینا خب اینا از طریق دستگاه ایدئولوژیک دولت تو این نظام چند دولتی هم بالاخره کارکردهای دیگه ای هم هست، مثلا دیگه مثلا خود نایل دیویدسون میگه یه جور این سیستم چند دولتی مثلا یک نظام انباشت رقابتی ایجاد میکنه دیگه، یک چارچوبی برای رقابت ایجاد میکنه و اینا. ولی به هر حال بحث اصلی که گفتی دوی مقاومت پرسش داشت داره در واقع مرحله بندی، ببینید خب یه جور مرحله گرایی داریم استیجیز، که خب اونجا مراحل با یه جور همین ضرورت ها گره خوردن، اینکه شما مثلا در تا از مرحله بورژوا دموکراتیک عبور نکنید وارد مرحله نمیدونم انقلاب سوسیالیستی نمیشه، اون یه بحث دیگه یه دیگه، اون مرحله گرایی یعنی اونو بذاریم کنار، خب اونم باید گذاشت کنار. حالا مرحله بندی به عنوان همین ابزار تولید، ابزار تحلیلی، و خب اینها که خب قطعا یه چیزیه که همیشه پاش وسطه، همیشه هم بوده، همیشه هم کاراست، یه انواع همین روش ها برای مرحله بندی و اینها وجود داره، شکل های کلاسیکش و اینا هم خب مشکلاتش رو همه میدونیم دیگه، این دوران رقابت آزاد و نمیدونم بعد انحصارات و اینا. خب هم موقع مثلا نفت هست که اصلا چه دوران رقابت آزاد مثلا بود، یه چیزی فقط همین آیدیالیزه شده برای اینکه همین انحصارات و مونوپولی و اینا رو مثلا جاستیفای بکنی به عنوان یک دوره ای، و بعدش هم اینا رو با یه ضرورتی مثلا گره بزنی. همین بحث قانون پیش میاد، یه مقدار ماجرا پیچیده میشه که نمیدونم قانون گرایش نرخ چی بود؟ آره دیگه همون به فارسی الان سخت اومد بگم، ولی خب همین بالاخره بر اساس همین قوانین سرمایه داری کلاپس میکنه، یا ذات و ضرورت خودش مثلا این هست با اینا نتیجه چیز ضروری بگیریم دیگه. حالا تو اون بحثا اینا بود، اینکه حالا چجور در واقع میشه مرحله بندی کرد. خب ما بر اساس هم شیوه انباش خب بعدی ها میکنن دیگه، شیوه انباش فوردیستی، بعد حالا بحث همین نئولیبرالیست یه جاهای خب این کاراس برای فهم برها یه پدیده های اجتماعی، اینهایی خب بر اساس نمیدونم تمرکز و تراکم سرمایه و به شکل تجربی اونم یه فوقیست و میشه چیز کرد. من خودم خیلی فکر میکنم بر اساس سابسامشن یه جور دوره بندی سرمایه خیلی کاراست در تحلیل خیلی از مسائل نظری ما رو حل میکنه دیگه، اینکه به هر حال همین فورمال سابسامشن، ریل سابسامشن، و حالا من به یه مرحله دیگه من قائلم بهش به همین ریفورمالیزیشن اف سابسامشن، و یه جوری اگه بخوایم همین تحول سرمایه داری در قرن بیستم سرمایه داری جهانی رو ببینید، خب ما در واقع با اشکال مختلف همین فورمال هیبرید سابسامشن و فورمال سابسامشن تابعیت سوری در روبرو هستیم، یعنی در واقع که خب بچه مشخصش این استفاده سرمایه از روابط سلطه غیر از خودش، حالا از مثلا سلطه مذهبی مثلا چیزهایی که بیرون از خودش هستن و استفاده از اونها
برای کنترل و منیجمنت و اینها. توی یک دورانی ما هم یک آستانه همین ریل سابسامشن و اینا به حال داریم توی اوج مثلا تو دهه 60-70 و اینها سود از کم اروپای غربی با تفاوت استثنایش همین میشه بقیه جهان دیگه. یعنی در اونجا خب به حال یه جور به نظر قرارداد اجتماعی کار و سرمایه شکل گرفته دیگه، یعنی بر اساس کار آدم ها میتونن شرایط بازتولید اجتماعی خودشون رو به دست بیارن. تو خب هم زنان وضعیتشون استثناس، غیر اروپایی ها وضعیتشون خب در این قرارداد اجتماعی کار و سرمایه، این کوپریشنی که هست بالاخره در تعریف سرمایه داری، خب اونا نه. ولی به هر حال ما میبینیم تو اون دوران هم هست که خب این بحثای مختلف مثلا در اون دوران مثلا میبینید تحلیل های امپریالیسمی و اینا مثلا تو فاصله 1970 تا مثلا نیو امپریالیزم همین هاروی، بین اون کتاب های مثلا سمیر امین و ارنست مندل و اینا تا اون دوره اصلا میبینید دیگه خیلی این بحثا زیاد نیست. خیلی هم نوشتن میگن یه جور خاموشی وجود داره در این دوران. خب به خاطر اینکه خب خیلی به نظر میرسه که سرمایه‌داری همه جا، این در واقع افق تحلیلی، همه جا رو گرفته ای هست و همه جا رو گرفته و دیگه خب همین مکانیسم های همین دولتی و اینها مثلا به اونها در کار نیست. خب جنگ هم به اون معنا، جنگی که حالا تو این فضا اینجوری خیلی همین بول باش و اینها خیلی در کار نیست. و بعدش ما با یک جور همین فرایندهای همین ریفورمالیزیشن همین سابسامشن روبرو هستیم، اشکال مختلفی که از سازماندهی اجتماعی پیش از سرمایه‌داری یا سرمایه‌داری اولیه رو میبینیم دیگه. خیلی ها امروز میگن وضعیت مثلا نئوفئودالیه بر اساس همین سیستم رانتی که شکل گرفته، یا مثلا هیترلند ها در مثلا آمریکا هستن، یا نمیدونم بر اساس ایر بی ام بی که شما یه چیزی رو رنت میدی خودت مالک نیستی، بر اساس همین یه جور فتالیسم و فاجعه گرایی که هست، نمیدونم بعضی خب اصلا نیو مرکانتالیست و حرف میزنم. این پدیده هایی که مربوط به همون سرمایهداری اولیه یا پیشا مثلا سرمایهداریه خیلی در تحلیل ها اومده و این مقداری نشون میده که یه جور سازماندهی جدیدی روبرو هستیم دیگه. سود خیلی تنها مثلا افق نیست، اشکال مختلف همین رانت رو داریم، اشکال مختلف همین بردهداری مثلا جدید رو داریم، اشکال مختلف همین اکستراکتیویسم های جدید مثلا تو سطح فقط حالا مثلا اکستراکشن استخراج مثلا نفت و مواد طبیعی و اینا، ولی خب مثلا تو داده در اینها این شاید حالا بر مبنای این مثلا سابسامشن بشه یه مرحله بندی هایی کرد دیگه، چون بالاخره تکنولوژی اینا و این تخریب خلاق و اینها به قول مثلا ببینه دیگه همیشه بوده. یعنی انقلاب تکنولوژیک در سرمایه داری یه جوری دائم بوده، شاید حالا مثلا شاید بر اساس همین AI و اینا وارد مثلا شاید دوران جدیدی بشیم، ولی من بیشتر نظرم روی اونه. نمیدونم نظر شما چیه برای دوره بندی، این بحث دیگه ایه، خیلی شاید یه بار دیگه بهتر بتونیم صحبت کنیم. نه ممنونم، منم خواستم نظر شما رو بدونم. اتفاقا شما به یه نکته اشاره کردین که به نظر منم درسته، گرایش نزولی نرخ سود. حالا همه چی رو میندازیم گردن گرایش نزولی نرخ سود، رفقا نمیدونم مثل که دیگر نمیکنن، مثلا مثل اینکه مثلا اپل و نمیدونم آمازون و اینا سود کم میبرن، یا مثلا شرکت های من این
گرایش نزولی نرخ سود کجاست، به ما هم نشون بدین. یعنی این همه دارن اینا سودای می اصلا افسانه ای میبرن، یعنی همهشون به قول شما شده رنتیر کپیتالیسم، دارن نشسته اونجا یه اپل میسازه 50 پوند جنس توش نیست 2000 دلار. یعنی چه جوریا به این 1250 دلارش از کجا داره میاد؟ یعنی اینا رنت همش دیگه. یعنی این حرف شما همه درست، ولی به هر حال سرمایهداری بر اساس این منطقای درونی خودش، یعنی منطق انباش در واقع یعنی چی؟ یعنی اینکه به هر حال نرخ بالای سود کجاست که من برم؟ سرمایه میخواد بره اونجایی که نرخ بالاتر سود داره دیگه. اگر یه نرخ متوسط سود داریم فرضاً در این حوزه، در اون حوزه یا در کل جامعه، من کجا میتونم برم که از این نرخ متوسط یه ذره بیشتر ببرم، نرخ افزونه سود بگیرم، افزون بر نرخ متوسط سود؟ یا دانش سرمایه که حرکتشه، حرکتش همیشه به طرف جایی است که نرخ سود بالاتر از بقیه حوزه. در سطح جهانی هم همینطوره، یه دوره نرخ به اصطلاح اضافی سود اونجایی است که تو بتونی جنس از انگلیس ورداری و ببری به چین بفروشی، اینجا بالاتری نرخ سود تو همینجاست. یه جا هست در اینه که بری مواد خام از اونجا ورداری بیاری تو خود انگلستان بفروشی، یه جاش در این هست که بهشون اصلا کارخونه بفروشی، یه جاش در هر چیزی که هست، هر جایی که به نرخ سود بالاتره سرمایه میره اونجا. دانش همونجور که خود شما گفتین تئوری های نظام انباشتی در واقع از این میاد دیگه، کجاست دورهای مختلف، چجوری این مثلا تضمین در نظام انباش داره میشه برای سرمایه داری که از بالاتر از نرخ متوسط سود بتونه بره سود یه جا بگیره. این خب خیلی پدیده مهمیه، دورهای مختلف با رشد سرمایه داری، با میزان رشد تراکم و تمرکز سرمایه، خب واضح این پدیده خیلی مهمتر و مهمتر و مهمتر میشه دیگه. در چه خیلی دم و دستگاه به اصطلاح سرمایه داری بیشتر هم باید مداخله کنه برای تضمین همچین چیز. یه چیزم تو به اصطلاح خود به اصطلاح شکل سرمایه داری هست به نظر من. ببین این منطق انقلاب تکنولوژیک رو به نظر من صرفا یه چیز قابل مقایسه با دوره قبل از جنگ نیست. ببین دوره قبل از جنگ مثلا ما گفتیم انقلاب صنعتی اول، انقلاب صنعتی دوم، هر کدوم از اینا 50-100 سال با هم فاصله داشت. بعد از جنگ جهانی دوم دیگه هیچکی از انقلاب صنعتی چهارم و پنجم و ششم صحبت نمیکنه، برای اینکه هر روزه. انقلاب تکنولوژیک واقعا خودش مداوم شده به شکلی، شما نگاه کنید در همین 30 سال گذشته رشد تکنولوژی اصلا قابل مقایسه با کل سرمایه‌داری، تاریخ سرمایه‌داری نیست، فقط در 30 سال گذشته، چه برسه کل دوره بعد از جنگ ما نگاه کنیم بهش. یعنی الان با رشد لوگاریتمی، رشد صعودی داره میره بالا مثل این رشد تکنولوژی، و سود افزونه الان تو رنت تکنولوژیکه. تا اگر انحصار تکنولوژیک داشته باشی میتونی رنت تکنولوژیک بگیری، و رنت تکنولوژیک بزرگترین منبع، یعنی بشینیم بریم وارد حساب کتاب بشیم به اصطلاح، بریم بشینیم رقم ها رو که جمع بزنیم میبینیم اونایی که دارن پول ازا و پولای کلون رو در میارن توی رنت تکنولوژیک، نرخ عالی ترین نرخ سود تو رنت تکنولوژیک. دنیای فعلی ما این پدیده رو اگه ما نبینیم آقا چجوری وقت میتونیم دنیای فعلی رو بفهمیم؟ همین مثلا رشد تکنولوژی که مداوم یکی از عواملی است که باعث اقتصاد جنگ مداوم هم شده، چون یکی از بهترین محرک های رشد تکنولوژی که مداوم جنگ، ابزار جنگیه، برای اینکه اونا قشنگ میتونی کلی ریسرچ و دیولوپمنتش رو بذاری به خرج مالیات مردم، در نتیجه کلی، و بعدم هی بازتولیدش کنی، هی نابودش کنی و بعد بازتولیدش کنی، نابودش کنی و بازتولیدش کنی، همش هم میفروشی به دولت ها، احتیاج نیست آدم ها بیان بخرن اینو.
داشته همیشه هم مشتری داریم. یعنی همین خود اقتصاد جنگ دائمی، مثلا ما این حالا مثلا دو تا جنگ جهانی داشتیم، حالا ملت به خاطر اینکه ما جنگ جهانی نداریم میگه مثلا امپریالیسم دیگه رفته. یادتونه دیگه مدتی ایده این حرف رو میزدن. درسته ما جنگ جهانی دیگه نداریم، ولی از همین جنگ جهانی دوم تا حالا آمریکا به تنهایی 20 میلیون آدم کشته در جهان. یعنی تو تمام این جنگ های مختلفی که آمریکا بوده شما جمع بزنین 20 میلیون آدم کشتن. حالا جنگ ها فرانسوی ها چاد چه قتل عامی رو راه انداختن در چاد همین 20 سال پیش یادتونه دیگه، دو تا قوم و یکی رو مسلح کردن انداختن به جون اون یکی، بعد اون یکی ها پیروز شدن اومدن اینا رو قتل عام کرد. یعنی جنایاتی که همین سیستم جنگ دائمی در دنیا در این دوره و از جنگ جهانی دوم کرده واقعا اصلا ده ها برابر فجیتره تا تمام دوره ما قبلش، حالا دو تا جنگ جهانی رو که کنار بذار. یعنی خلاصه میگم ما به هر حال هنوز ما مارکسیست ها، ما متفکرای حالا غیر مارکسیست، ما کسایی که راجع به این مسئله سرمایه داری و شناختن بهترش و درک چگونگی به صدا مقابله باهاش و این بسان چگونگی نقدش، در واقع هنوز درگیر این مسئله هستیم. به نظر من یه سری از این جوابهایی که تا حالا داده شده توسط رفقای آکادمیکتر از بنده به نظر من این مثلا آکادمیک ها عمدتا هم این دوره 20 سال اخیر این یه دفعه علاقه ای که به اقتصاد سیاسی مارکسیستی شکل گرفت و خیلی روش کار کرد، هیچ کدوم به نظر من قانع کننده نیست، چون هنوز انگوش نمیتونن بذارن بالاخره ما ویژگی این دوره رو بفهمیم، یعنی از لحاظ تحلیلی بتونیم دنیا رو بهتر بشناسیم، امروزه دقیق وضعیت مشخص رو بفهمیم. بر ما از این زاویه گفتم. درسته، در حال منم این در واقع گفتم که بالاخره این تکنولوژی بالاخره یه چیزی بوده همیشه، یعنی جزء هم اینونشن و بالاخره جزء بوده به قول شما که بالاخره بعد از همین انقلاب انفورماتیک و اینا که دیگه دائم و روزمره رو اینها بوده دیگه، یعنی همین ساختن که البته با تخریب هم این دیالکتیکی دیگه، خود این دیالکتیک ساختن و تخریب و نوآوری و به جنگ هم احتیاج نداره، شما اپل درست میکنه توش خرابی عمدی وجود داره، یعنی ما در این در واقع این هست که پرسش به حال اینه که بالاخره اون جایی این دوره بندی ها اینا مهمه که ببینیم روابط اجتماعی و این سازماندهی اجتماعی چگونه بر اساس این معیارها تغییر کرده دیگه، یعنی بالاخره از یه طرف همین این سیلیکون رشد همین چیزای سیلیکون ولی بوده، ولی خب افق تحلیلی غالب تکنو فئودالیسم مثلا دیکتوران یا انواع کسایی که راجع به اون پلتفرمای انضباطی مثلا نوشته پلتفرما اون کسایی راجع به پلتفرما مثلا همه همین با همین اسم و اینجور چیزها، یعنی این روابط اجتماعی اینا رو به این معنایی تغییر نداده. حالا شما مثال جنگ رو زدیم، این نمونه ملموسیه که میگیم نه یه چیزی انگار بالاخره بر مبنای در واقع این عامل به لحاظ اجتماعی مثلا تغییر کرده دیگه، ولی خب اونجا هم بالاخره محل سوال دیگه، بالاخره اینکه این تکنولوژی مستقیم به جنگ وصل کنیم چقدر توضیح دهنده است، چقدر اینو وصل کنیم به همین شکل پارتیشن بندی جغرافیایی این دنیا دیگه، بالاخره بر اساس نه منطق اقتصادی نه منطق تکنولوژی بلکه بر منطق همین جغرافیایی همین توسعه سرمایه‌داری که بحث دیگه، یه سری هستن که در واقع همین تاکید دارن روی این دوتا منطق، تو خود هاروی یا مثلا کالینیکوس یا اینا همه اینا، خب اون جهان همین تیک تیک پاره شده و اینها چقدر اون میتونه توضیح بده، چقدر مثلا تکنولوژی مثلا میتونه جنگ در مثلا اوکراین و اینا رو توضیح بده، چقدر این
ایجاد شدن همین بلوک های جغرافیایی که حالا هم ترکیب یه بخش همین تراکم و تمرکز سرمایه است، هم از یه طرف دیگه هم منطقه خود جغرافی که حالا نظم وستفالی اینا بوده، بعد خود تکنولوژی به هر حال یکی از عوامل هست، ولی نمیدونم چقدر مثلا به تنهایی میتونه اون بحث حالا سرمایه قلم روی زدایی شده سرمایه داری جهانی اون افزایشش و خیلی مشخصه بعضی ها معتقدن که اصلا رو کارکرد دولت ها تأثیر گذاشته دیگه، اصلا دولت ها به عنوان ضامن سرمایه ملی تبدیل شدن به جور ضامن باستولید سرمایه داری جهانی، که حالا حتی اینو نشه گفت، حداقل میشه گفت که دولت ها دوپاره شدن دیگه، در درون همه دولت ها در جهان یه بخشی وجود داره که دیگه ربطی اصلا به ملت و ایدولوژی و نمیدونم حالا انتخاباتی اگه هست و اینا نداره. حالا قبلا هم بحث کردیم سر این موضوع با هم و کار کردش اصلا یه جور همین تضمین همین حرکت سرمایه است و یه جور همین باسولید اون سرمایه داره ملی شده، ولی باز هم در این حال همچنان خود همین دولت ملت ها نشون میدن که اصلا به عنوان یه جور خانه یه جور تضمین شده یه انباشتی که وقتی همون دولت رو داری به عنوان نظامی که میتونه تضمین کنه خیلی کار راحت تره تا مثلا حالا این نسخی مثلا دیوانه تری از ترامپ پیدا بشه به رگولیشن مثلا فلان بذاره تو این افق حالا مثلا جنگ تجاری و نئومرکانتالیسم و اینا، یعنی بالاخره سرمایه ملی هم وجود داره اون افقای نمیدونم امپریالیستی اینایی که بر اون اساس هم سرمایه داری میکنیم، اونم یه بخشی از همچنان صورت مسئله و خود این بحث هم نشون میده شاید اصلا یه جوری با یه سری یکی دوتا ویژو و یه عامل و اینا واقعا نمیشه فهمید و این عناصر مختلف دورانهای مختلف سرمایه‌داری در کارن و اینا و روابط اجتماعی رو میسازن و اینا طور کلی. بله ممنون. میگم من با این مخالف نیستم، فقط من چی میگن به اصطلاح آدم تکنیکی هم، آدم به اصطلاح روشن فکر اونجوری نبودم ایشون. من به اصطلاح ساین ریاضی خوندم به اصطلاح، یعنی برای من مقدارا مهمم. درسته، مثلا فرض کنین مثلا همین هاروی که شما مثال میزنید، مثلا میگم میاد میگه میخواد اثبات کنه که یکی از راه های مبارزه با گرایش نزولی نرخ سود اینی که بریم تو دنیای عقب افتاده مثلا انباشت اولیه بکنیم، درست همین انباش از طریق تصاحب، انباش از طریق فلان، انباش از طریق بهمان، اینا همه برای توزیع این ولع سرمایه داری است برای مثلا افزایش نرخ سود. خب یه بحث ساده اینه. یا مثلا میگم اگه یادتون باشه 3-4 سال پیش مثلا تو ایران این دورگردار رو جمع میکردن، یه سپاه همه این دورگردار رو جمع میکردن ببینید آه این یه نمونه دیگه از این سرمایه داری، برای اینکه بسایید انقدر بدبخت شده که بعد حالا انباشت اولیه اینجوری بود. خب یه بحث من اینه، میگم موقعی که 1000 تریلیون دلار صرف با یه اضافه او بالا خوابیده، شما میخواییم با حلبی دزدی مثلا نرخ سود رو ببریم بالا، با مثلا 1000 تا دورگرد و مثلا اون کیوس که شده ازشون گرفتن، شما میخواییم در مقابل کاهش نرخ سود برای 1000 تریلیون دلار مقابله کنید؟ یعنی به عقل جور در نمیاد دیگه. آدم بخواد برای توضیح این مسئله این منطق رو به کار ببره، نشون میده حساب کتاب دستش نیست. یعنی البته خب هاروی هم میدیم ماشاءالله حساب کتاب هم زیاد اصلا وارد نیست، بیشتر جغرافیاش خوبه تا اقتصادش به نظر من. ولی من از این لحاظ میگم، یعنی میگم بالاخره باید یه حساب کتاب سر مقدار هم باشه و الا ما نمیفهمیم قضیه رو دیگه. یعنی سرمایه داری به هر دنیا این بالاخره هی
باروری کار هی میره بالا دیگه. یه معیاری که تو جامعه بشری از اول تا حالا بوده این که دائم بالاخره باروری کارش رفته بالا، یعنی دائم انسان برای اینکه خودش رو باز تولید کنه احتیاج به مقدار کمتری از کار در روز داره. خب سرمایه‌داری هم از همین استفاده میکنه برای مثلا استثمار دیگه، در چه میتونه بقیه اضافه اینو تو کار روزانش بگیر ازت، 8 ساعت ازت کار بکشه خیلی میگیره، 20 ساعت ازت کار بکشه 10 برابر بیشتر میگیره. یعنی این منطق رو میفهمیم درست، ولی میگم در بر اساس به اصطلاح شکلی که سرمایه داری امروز پیدا کرده است که ما باید این منطق رو توضیح بدیم دیگه، و با رشد این، با انباش در چارچوب این، الان داریم به یه جایی میرسیم که عملا مونده فقط تو انتخابات دفعه پیش آمریکا که بود دیگه، یادتون باشه یک از کاندیداها میگفت این یونیورسال سوشال ویج، ما به هر کسی $1000 میدیم، من اگه رئیس جمهور بشم به هر کسی $1000 میدم. یعنی اینقدر رشد بسیار تکنولوژیک داره اینقدر به طرف اتوماسیون میره دیگه، اصلا نمیتونن نیروی کار جذب کنن تو کارهای تولیدی، تو کارهای خدمات و اینا چرا افزایش پیدا کرده؟ و واقعا بیکاری تو تولید خیلی زیاده در دنیای سرمایه داری، یعنی عملا به یه جایی رسیده باید به همه حقوقی بده ولی کسی پولی نداره جنسا رو بخره دیگه. یعنی این حرفی که روزا میزد و الان تو آمریکا شما ببینید به چه وضعی کشیده. یعنی میخوام بگم بالاخره ما موقعی که میخوایم این چیزی که در مقابلمون هست و توضیح بدیم باید یه معیارای اینطوری باشه که بر اساسش بهتر بفهمیم پدیده رو، بفهمیم نقاط زورش کجاست، قوتش کجاست، ضعفش کجاست، چی کار داره میکنه، چرا این کار رو میکنه. یعنی و الا خب فقط میتونیم چی بگیم بهش، بگیم چیز بدی هستی برو. یعنی باید یه جوری مثلا انگولک یه جاهایش بکنیم که بشه بیشتر اذیتش کرد دیگه. نه یعنی باید تلاش در این راه هم، نمیگم حالا امشب ما نه میتونیم بله، مسئله نه کوچیک اوکی، در اصلا حل کنیم، میگم باید در این راه هم تلاش کرد. امشب که اصلا اونقدر آمار ارقام دستمون نیست که بتونیم بکنیم، ولی بله خب نه من چیز نافیه این نیستی که بالاخره حالا این بحث یونیورسال ویج و همین درآمد پایه همگانی الان بحث شده دیگه بعد از همین اتوماسیون و این پیشرفت تکنولوژی و اینا. یه طرف قضیه هم همینه دیگه، الان خیلی هم پژوهش ها و اینا هم سر همین رفته. متیو پاسکلینی الان کتابی سر همین نوشته که چوری همین به میانجی این و الگوریتما و اینا، ولی خب یه طرف قضیه اینه، یه طرف قضیه هم شما گفتید در واقع تو همین خدمات و انواع در واقع استثمار اوریان دیگه بهرهوری به اون معنا اینا در کار نیست، شکل همین افزایش ساعت روز کارانه و در واقع ارزش اضافی همین هم مطلق دیگه به معنای اون شکلی است در واقع. یعنی دو طرف قضیه و از قضا دو طرفش هم تحلیل میکنی، یکی هم دیگه خود هر دوتاشون یه شکلی همین مثلا برده و ماشین تو فوق تحلیلی مارکس یه جور کار مردن دیگه، همین خود مارکس مثلا اسب و مثال میزنه و اینها یه جوری نمیدونم. یعنی من با اون بخش در واقع همین تمرکز و تراکم و ارقام و اینا که خب چیزی نیست که آدم بتونه انکار کنه واقعیت موجوده، اون یه طرف قضیه است و اون بخش تکنولوژی رو به تنهایی مگر اینکه همین یه بریک تروی واقعا اتفاق بیفته و همین وارد یه چیزی بشیم اون رو یه مقدار شک دارم، ولی اون بخشش هست و به هر حال یه جور عقلانیت متمرکزی و سرمایه جهانیه، ولی یه سیج متمرکز، یک سا ارگانیزیشن مرکزی و اینایی وجود نداره، انواع همین رقابت ها وجود داره و انواع در واقع اشل های مختلفی که خود این توش همین
تکرار میشه دیگه، یعنی در یک اشلی اون شاید این تحقق ارزش اضافی و نمیدونم جمع کردن ولگرد ها در سطح جهانی حل نکنه، توی سطح اشلی در سطح نمیدونم شهرداری نمیدونم ورامین و اینا مثلا تو اونجا، خب بله اینم ممکنه یه حدی حل کنه. حالا اون تو اون بحث گفتم، تو اون بحث روزا لوکسانبورگم اونجایی که بحثش به این مسئله است و زیاد خب خیلی ها نوشتن و خود بخارین هم موقع مثلا جواب میده و اینها سر مسئله همین تحقق ارزش اضافی و اینا نقد میکنه اینا، تو اون بحثش به کنار. ولی خب این بالاخره رابطه خود سرمایه داری و بیرون که تجربی و بیرون خودش آدم میبینه دیگه، این مسئله ترکیب نقشی که در واقع زای همین نژادی بازی میکنن به همین باستولید سرمایه داری یا چیزای همین نرمای مردسالارانه و جنسی و جنسیتی مثلا بازی میکنن در سرمایه داری. اینا به هر حال خب هست دیگه و اصولا هم خب بیرون های مثلا نسبی هم هست، خود فایننس و لوجستیک و اینا، این انواع همین آتسورسینگ همین مدیریت وجود داره دیگه تو سطح دنیا دیگه، و تمام در واقع همین برون سپاری ها به محض اینکه این اتفاق میفته دیگه اون روابط همین سلطه کلاسیک سرمایه داری در کار نیست، زور و شلاق و جریمه و اینا و زور قهر چیز دیگه، قهر در واقع مستقیم و اوریان دیگه. خلاصه که بعد به هر حال مرسی امیر عزیز. رفقای دیگه من دیگه خیلی دیگه سوء استفاده کردم، رفقای دیگه لطف کنن دست بالا کنن اگر سوالی بحثی دارن. ببخشید من دستم بالا بود، من خودم ندیدم سوال ندارم ببخشید، ولی از بفرمایید. شما اینو تو میخواین خودتون بخونی یا من بخونم؟ دوست نیلوفر بخون عزیز، عزیزم، من چون ندیدم اصلا، من چشم باید برم یه جای دیگر نگاه کنم این رو بخونم. ذرم حالا من سعی خودم میکنم. بله ارجم، این سوال از نیلوفر هست، بعد پرسیدن که ممنونم از بحث بسیار آموزنده‌ای که ارائه دادین به مسابقه. یک خلاصه کلی از روندی که شما توضیح دادین، به نظرتون میشه این ادعای کلی را مطرح کرد که پیدایش سرمایه‌داری نتیجه ضروری و تاریخی سطوح مختلف مناسبات قدرت در جامعه جهانی بشری است؟ سوالی بود، من یه ذره شاید خوب نخونم. یا به عبارتی بنیاد سرمایه‌داری همان مکانیزم مناسبات قدرت در پروسه بیناسوزگی intersubjectivity تاریخ بشری هست و در هر مقطع تاریخی و ژئوپلیتیکی این مناسبات بر مبنای بافتار و ساختار موجود فرمت های گوناگونی به خود گرفته. من فکر کنم زیاد خوب دارم نمیخونم. اگر این جمعبندی کلی رو بپذیریم، میشه گفت که تا زمانی که شیوه های فرا روی از مکانیسم های قدرت را در شبکه جهانی ارتباط بشری به درستی نشناسیم، قادر به فرارویی از سرمایداری نخواهیم بود و همواره سرمایه از فرمتی به فرمتی دیگر تبدیل میشه، و یا به عبارتی از حالات ساده به حالات پیچیده حرکت میکنه؟ بله مرسی از سوال. بالاخره همین آخرش بخوام بگم که سرمایه داری بالاخره حالت همین الاستیکی داره، یعنی همین شکلهای مختلف به خودش میگیره در جاهای مختلف، پدیده های
بیرونی مختلفی رو جذب میکنه و خب سازماندهیش رو بر اساس محیط و شرایط و تمام همه عناصر دخیل بالاخره همین شکلش یه مقداری عوض میشه. حالا در مورد خود پیدایش در واقع سرمایه داری که یه جور نتیجه یه جور ضروری و تاریخی سطوح مناسبات قدرت در جامعه بشری است، به حال سوال سختیه دیگه. ولی اگر منظور این که خب سرمایه‌داری نتیجه ضروری هیچ نیست مثل هر پدیده تاریخی دیگه ای منوط به مجموعه از همین شرایط مختلف که بخشیش خب به هر حال مناسبات قدرت بودن، هم مناسبات قدرت بین بالاخره همین در واقع در شکلی سرمایه داری تجاری و اینا، خب خیلیش در واقع همین مناسبات همین قدرت و اینها درش نقش داشته، رابطه بین همین دولت ها، رابطه خود در واقع نمیدونم شاه با نمیدونم فئودال ها، اینا همه نقش داشته مثلا دیگه. خب اگر مثلا شاید انگلستان مثل فرانسه بود و مثلا انقدر سانترالیزه بود مثل مثلا فرانسه، اونجا نمیتونست مثلا اون شکل مثلا اون مبناهای مادی همین توسعه سرمایه داری حالا در منچستر و جاهای دیگه و اینا مثلا شکل بگیره. و خب این رابطه درونی قدرت هم بالاخره و اون ساختار شکل ساختار جامعه هم خب مهم بوده. ولی حالا در سطح کلی تر هم که خب دیگه انواع این پدیده ها در کار بوده، ولی اینکه حالا ما بر اساس همین روابط قدرت سرمایه داری رو بفهمیم یه مقداری باید هم احتیاط هم کرد، چون به حال شکل در واقع جوهر و منطق سرمایه داری یه جوری همین جدایی است، همین کنده شدن از همین بالاخره ابزار تولید، کنده شدن از زمین، کنده شدن از محل زندگی، ایناست منطق قدرت. و حالا بیشتر خب مسئله همین ترد و ایناست، یعنی یه ذره استثمار با سلطه دو تا چیز یه مقدار متفاوتی هن به لحاظ ماهیت، اصلا دو تا پدیده چی میگن سنجش ناپذیرن، نمیشه واقعا اینا رو یک کاسه کرد. یا مثلا سرمایه داری و بر اساس مثلا روابط قدرت و منطقه مثلا بازنمایی، تو قدرت خیلی همین مسئله بازنمایی مثلا فهمیدین ها پدیده های متفاوتی هستن دیگه. و در مورد فراروی از سرمایه داری هم من واقعا یعنی به هر حال مجموعه از همین آگاهی ها خب بدون شک ضروری است، از جمله همین بحثی که الان بودم، این آگاهی در مورد این ویژگی های خاص همین دوره ای که درش هستیم و سرمایه داری مثلا جهانی امروز چیست و اینا. و خب آگاهی از همه مکانیزم های قدرت هم بخشی از این آگاهی، ولی خب حالا خود آگاهی به تنهایی مثلا کافی است برای فراروی از سرمایه داری؟ و اصولا همین فراروی از سرمایه داری چیزی است مثلا خیلی بعد این تصور گذاشت کنه چیز یه دفعه ای مثلا اتفاق میفته، ما یه دفعه وارد مثلا میتونیم گذر کنیم. هر حال احتمالا همچین فراروی یک پدیده طولانی خواهد بود، اشکال مختلف تجربه، چیزهای جاهای مختلف. این واقعیت که بالاخره حالا سرمایه داری جهانی است و خب گذر از اون همیشه محلی منطقه ای و ایناست خودش مسئله ایجاد میکنه، یعنی چیز جادویی هم وجود نداره مثلا اینکه انقلاب جهانی
مثلا یه دفعه رخ بده، در یه جایی بالاخره باید یه تجربه مثلا غیر سرمایه داری سوسیالیستی هر چیزی اتفاق بیفته، جاهای دیگه، یعنی رفت و برگشت اینا، یه همچین چیزی. حالا من واقعا همین جواب خیلی روشنی هم نداشتم برخورتون، ولی در همین حد نکاتی که به ذهنم رسید رو گفتم دیگه. ممنون از شما. من دست کس دیگه ای رو بالا نمی بینم. اگر اجازه بدید، اگر مایلی در جمع‌بندی نکاتی بگید بفرمایید، و من جلسات بعدی رو هم اعلام میکنم. بعد اگر شما خواستید میتونید در جمع‌بندی ختم جلسه رو خودتون بود. هفته بعد ما رفیقمون یاسمن رو داریم. عنوان صحبتشون اینه که ایران و نیروهای نیابتیش حزب الله لبنان، درباره حزب الله لبنان. هفته بعدش یعنی میشه 20 مارس سال نو، دیگه گفتیم مرخصی بدیم به رفقای ادبی در چه تعطیل، و تا 27 مارس جلسه بعدیمون گفتیم یه بحث آزاد بذاریم، از همه بعد ایمیل هم برای رفقا میفرستیم، از همه رفقا دعوت کنیم. به هر حال یه 3 ماه و خورده ای از عمر این فورم میگذره. ما هم اول گفتیم یه 3 ماه این برنامه رو اجرا میکنیم، بعد نظرخواهی میکنیم دیگه، رفقا نظرشون چیه، آیا همین متد رو ادامه بدیم، چه کارا با نقد به ما چیه، پیشنهادات به صلاح این که بهبود بدیم کار رو چیه. خلاصی بحث آزادی داشته باشیم سر آتیه این فورم که 4 ماه بعد چی کار بکنیم. این از بسیار جلسات بعدی من. برای من رفقا یادشون نره 20 جلسه نداریم، ولی 13 و 27 جلسه داریم. به هر حال آگهیاش هم بعد داده خواهد شد. من دیگه حرفی ندارم. رفیقمون امیر اگه مایلید یه جمع‌بندی بکنید، و الا من همین الان ازتون تشکر کنم بکنم. مرسی که آمدید، میدونم گرفتار بودید و بسیار دو دل بودید که آیا بتونید یا نتونید. خیلی ممنون که تونستید و بحث بسیار آموزنده و جالبی هم بود. این بحث حالا ادامه خواهد داشت به نظر من، بحثی نیست که به این سادگی بشه تمومش کرد. برها خیلی من یکی که خیلی متشکرم و ممنونم از زحمتی که کشید. خواهش میکنم، خیلی ممنون راب عزیز، ممنونم از هر خواستی که ندارم، ممنونم از همه رفقایی که در واقع همین گوش دادن و تحمل کردن، و دارم که حالا بعدا فرصت های دیگه ای هم باش و بتونیم بحثا رو ادامه بدیم. شب خوش و